با عرض درود و وقت به خیر با سرویس خبری ساعت 6000 ورد با من ریحانه رابی و همکارم منیر سمدی خوش آمدید در نخست سرخط خبرها کمیته روابط خارجی مجلس آمریکا خلیلزاد دولت افغانستان را با کنار گذاشتن از مذاکرات تصعیف کرد افزایش نامنی در پاکستان اسحاق داور کشور هزینه آن پیاله چای در افغانستان را میپردازد. پردازد. جمهوری خواهان آمریکا بایدن هنگام خروج از افغانستان مردم را گمراه کرده است. موین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان یونسکو به مسئولیت خود در قبال حفاظت از منار جام عمل کند. خالد حنفی وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان اجازه ثبت تصاویر به خبرنگاران غزنی را نداد. یک مقام آلمانی خواهان گفتگوی مستقیم با طالبان در مورد اخراج مهاجران افغان شد. سازمان ملل افغانستان را یکی از دشوارترین کشورهای جهان برای زنان خواند. دیدبان حقوق بشر برای پاسخگوی عاملان نقض حقوق بشر در افغانستان نهاد مستقل ایجاد شود. مشروع اخبار کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در گزارش خود درباره خروج آمریکا از افغانستان زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین ایالات متحده را بعد تضعیف دولت افغانستان با کنار گذاشتن آن از مذاکرات متهم کرده است به گزارش CBS، خلیلزاد همچنین به تضعیف سیاست ایالات متحده مبنی بر عدم مذاکره با تروریستها. ها متهم شده است. طبق این گزارش، مقام های ارشد نظامی گفتند که خلیلزاد در جریان مذاکرات با طالبان با ارتش آمریکا مشورت نکرده و آنان را در مورد شرایط دقیق توافق در تاریکی رها کرده است. خلیلزاد در پیامهای در اکس این اتهام را نادرست خوانده است. او نوشته است که اسکات میلر فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان و نمایندگان او به طور کامل در مذاکرات با طالبان شرکت داشتند. او افزوده است که علاوه بر این نماینده جنرال مارک میلی رئیس ستاد مشترک نیز در مذاکرات شرکت داشت. به گفته خلیلزاد خود میلی دوبار در دوحه با طالبان دیدار کرده است. خلیلزاد گفته است که هیچ توافقی در مورد هیچ موضوع نظامی بدون اطلاع کامل رهبران نظامی ما و مشارکت آنها در تصمیمات توسط رهبران ما صورت نگرفت. خلیلزاد اتهام دور نگه داشتن دولت افغانستان از مذاکرات را نیز رد کرده و گفته است که واقعیت این است که توافق دوها منجر به مذاکرات تاریخی بین دولت افغانستان و طالبان شد اما پس از جلسات متعدد توافق مورد نظر در مورد دولت جدید به دست نیامد خلیلزاد نوشته است که آمریکا می توانست تصمیم بگیرد که خروج نیروهای آمریکایی را بدون چنین توافق کامل نکند اما رهبری ایالات متحده می ترسید که چنین پیوندی منجر به ادامه جنگ بی پایان در افغانستان شود. اسحاق داور معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان می گوید که افزایش ناامنی و حملات تروریستی در این کشور نتیجه اشتباهات دولت عمران خان است به گزارش روزنامه دان وزیر خارجه پاکستان با اشاره به حضور فیض حمید رئیس پیشین استخبارات آن کشور در کابل در اولین روزهای تسلط طالبان بر افغانستان گفته است که کشور در حال پرداخت بهای آن پیاله چای در افغانستان است او افزود که بعید است که این سفر بدون اجازه امران خان نخست وزیر پیشین پاکستان که در حال حاضر در زندان بسر می برد صورت گرفته باشد در اولین روزهای تسلط طالبان بر افغانستان فیض حمید رئیس پیشین استخبارات پاکستان به کابل سفر کرد و عکسی از او در حال نوشیدن چای در هتل سیرینا منتشر شد انتشار این عکس واکنش های گسترده ای را در پی داشت و بسیاری از تحلیلگران آن را نشانه نفوذ عمیق استخبارات پاکستان بر طالبان دانستند بر اساس گزارش روزنامه دان در ویدیویی که از فیض حمید منتشر شد او در پاسخ به یک خبرنگار گفت که همه چیز خوب خواهد شد اما با وجود این پس از تسلط طالبان بر افغانستان امنیت در پاکستان نه تنها بهبود نیافته بلکه ناامنی و حملات تروریستی در آن کشور افزایش شدید داشته است وزیر خارجه پاکستان از آزادی سیتزا جویان از سوی فیض حمید و دولت عمران خان نیز انتقاد کرده است او گفته است کسانی که در آن زمان آزاد شدند مغز متفکر تروریزم در بلوچستان بودند دولت پاکستان در حال حاضر عامل بسیاری از حملات علیه ارتش و غیر نظامیان در آن کشور را تحریک طالبان پاکستانی میداند مقامهای پاکستانی ادعا می کنند که تحریک طالبان آن کشور در افغانستان حضور دارد و حملات خود را با استفاده از خاک افغانستان طراحی و اجرا می کنند آنها بارها از طالبان خواستند که سران تیتیپی را بازداشت و به آن کشور تسلیم کنند اما طالبان استفاده از خاک افغانستان علیه پاکستان را رد می کنند و مقام های پاکستانی را متهم می کنند که بیکفایتی خود را به گردن این گروه می در گزارش کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا آمده که جو بایدن رئیس جمهور این کشور در جریان خروج مرگبار نیروهای ایالات متحده از افغانستان شهروندان کشورش را گمراه کرده است. NRP روز دوشنبه 19 سنبالا به نقل از این گزارش نگاشته که بایدن هنگام خروج فاجعه بار از افغانستان به امنیت مردم آمریکا توجه نکرده است. مایکل مکال، رئیس کمیته ی روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا تاکید کرده که اگر وزارت امور خارجه این کشور وظیفه خود را بر اساس قانون انجام میداد، 13 نیروی دریایی این کشور در جریان تخلیه کشته نمی شدند. جمهوری خواهان این کمیته همچنان ادعا کردند که عقب نشینی واشنگتن از افغانستان امنیت ملی ایالات متحده را تضعیف کرده است. با این حال، دموکرات های عضو این کمیته خاطر نشان کردند که در تهیه گزارش جمهوری خواهان در مورد خروج از افغانستان نقش نداشته و با یافته های آن مخالفند. بر بنیاد این گزارش، دولت بایدن تصمیم گرفته بود که حتی بدون توافق دوها افغانستان را ترک کند. در گزارش تصریح شده است که معامله ایالات متحده با طالبان روحیه نظامی افغانها را از بین برده بود. انتشار این گزارش یک روز پیش از نخستین مناظره ریاست جمهوری بین هریس و ترامپ منتشر شده است. عتیقلا عزیزی موین فرهنگ و اونر وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان از منار جام در غور بازدید کرده و از یونسکو خواسته است که به مسئولیت در قبال حفاظت از این بنای تاریخی عمل کند. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در غور ناوقت دیروز یک شنبه اجدی سنبله در خبرنامه ای گفته است که عزیزی برای بررسی وضعیت منار جام به این ولایت سفر کرده است. سیلاب‌های های ویرانگر بهار امسال در غور و منار جام نیز آسیب زده است. در آن زمان مسئولان محلی طالبان اعلام کرده بودند که سیل تا دومتری منار رسیده و آب به داخل آن نیز نفوذ کرده است. اما معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان گفته است که سیلاب بهار امسال آسیب زیادی به منار وارد نکرده است. اما خطر سیل و حوادث طبیعی در آینده وجود دارد. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در غور و نقل از عزیزی نوشته است که یک تیم فنی مشترک متشکل از چندین وزارت و دستور نخست وزیر این گروه معذف شده تا برنامه را برای استحکام بیشتر منار جام آماده کند. موین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان سازمان یونسکو و دیگر سازمان های بین المللی فرهنگی را متهم به بیتوجهی به حفاظت از منار جام کرده است، او گفته است که یونسکو باید به مسئولیت خود در قبال حفاظت از منار باستانی و تاریخی جام عمل کند. منار جام در ولسوالی شهرک غور در دره ماسوم به جام در منطقه وصل رودخانه های جام و هری رود موقعیت دارد. این منار یکی از بلندترین منار خشتی جهان شناخته می شود. این منار در زمان سلطنت سلطان غیاس الدین غوری از پادشاهان تمدن غوری ها به ارتفاع 65 متر ساخته شده است. منابع محلی در غزنی می گویند که خالد حنفی وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان با تاکید بر قانون جدید اجازه ثبت تصاویر به خبرنگاران را نداده است. منابع روز یکشنبه 18 سنبله گفتند که خالد حنفی برای نظارت و تطبیق قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر به غزنی سفر کرده است و گفته منابع هنفی در جریان یک نشست در این ولایت عکاسی و فیلمبرداری را ممنوع اعلان کرده است ماده های 17 و 22 قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان بر ممنوعیت ثبت تصاویر انسان و حیوان تاکید میکند پیش از این نیز طالبان در ولایت های مختلف کشور نقاشی از چهره انسان و تصویر کشیدن حیوانات را ممنوع کرده بودند. پس از تصویب قانون امر به معروف طالبان توسط رهبر این گروه فعالیت تلویزیون ملی در قندهار به دلیل نمایش تصاویر جاندار متوقف شد. گفتنی است که به دنبال تصویب قانون جدید طالبان برخی خبرنگاران با توجه به ممنوعیت ثبت تصاویر جانداران از مسدود شدن رسانه های تصویری در کشور هشدار داده بودند. یو استیم کمیسر امور مادرت دولت آلمان گفتگوی مستقیم با طالبان برای اخراج بیشتر ماجران افغان را یکی از گزینه های حکومت آلمان دانست. او تأکید کرد که آلمان علاقه جدی به بازگرداندن ماجران پذیرفته نشده افغان دارد. یو آخم استم که متعلق به حزب دموکرات آزاد در حکومت ایتلافی شلتیز است در مصاحبه با روزنامه ولتا امزونتا گفت گفتگوهای اولیه غیر الزام آور می تواند یکی از گزینه ها باشد آلمان هیچ گونه روابط رسمی با اداره طالبان ندارد با این حال این کشور در ماه آگست برای نخستین بار از زمان به قدرت رسیدن طالبان 28 مجرم افغان را به افغانستان اخراج کرد شبکه الجزیره گزارش داد که اخراج این ماجران به افغانستان با پادرمیانی قطر انجام شد سحیل شاهین رئیس دفتر طالبان در قطر تایید کرد که آلمان مستقیما با طالبان مذاکره نکرده است و از حکومت آلمان خواسته است که به طور غیر مستقیم با طالبان همکاری کند زیرا در حال حاضر هیچ قانون مشخص برای این نوع اخراج ها وجود ندارد با گزارش اشپیگل فریدریش مرز رهبر حزب دموکرات مسیحی آلمان بزرگترین اپوزیسیون حکومت نیست از گفتگاه های مستقیم با طالبان و همچنین حکومت سوریه برای بازگرداندن شهروندانشان حمایت کرد. کریستوف هوفمان یک نماینده پارلمان آلمان نیز به اهمیت برقراری کانال های دیپلماتیک با طالبان اشاره کرد و از تماس مشابه با حکومت بشار اسد در سوریه نیز حمایت کرد. نایلز اشمیت سخنگوی سیاست خارجی کمیته پارلمانی حزب سوسیال دموکرات که شولتز نیز متعلق به این حزب است در دفاع از تماس حکومت آلمان با طالبان گفت ما ناچار خواهیم بود که در موضوعات مانند اخراج ها با طالبان و رژیم دمشق مذاکرات فنی انجام دهیم این اظهارات پس از آن مطرح می شود که دوای چوله فاش کرد که وزارت خارجی آلمان با وزارت خارجی طالبان مکاتبه کرده است. ظاهرا حکومت آلمان از عدم همکاری نمایندگی های سیاسی و کنسولی افغانستان در برلین و بون با طالبان راضی نیست. منابع به افغانستان انترنشنل گفتند حکومت آلمان فشارها را در این نمایندگی های افغانستان برای تعامل با طالبان افزایش داده است. هدف از این فشارها فراهم کردن زمینی اخراج ماجرانی است که درخواست پناهندگی آنها در آلمان رد شده است و دنبال حملات مرگبار دو اسلامگرای افغان و سوری به شهروندان آلمانی فشارهای عمومی و احزاب محافظکار و دستراستی بر حکومت آلمان برای کاهش پذیرش ماجران افغان و سوری و اخراج ماجران رد شده افزایش یافته است. برنامه جهانی غذا روز یک شنبه اعلام کرد که بحران‌های پیاپی در افغانستان بیشترین فشار را بر زنان و دختران وارد کرده است این نهاد وابسته به سازمان ملل گفت که افغانستان یکی از دشوارترین کشورهای جهان برای زنان است. این سازمان در حساب خود در شبکه اکس گفت که زنان در افغانستان کمترین مقدار غذا را دریافت می کنند. دسترسی زنان به غذا با کاهش کمک های امدادی بدتر هم شده است. سازمان ملل هشدار داده است که بسیاری از زنان در افغانستان مجبور شدن فرزندان خود را برای گدایی بفرستند و آنچه که کودکانشان به خانه می آورند تنها غذای آنها است. همچنین این سازمان به بحران اقلیمی در افغانستان اشاره کرده و گفت که در ماهای اخیر هزاران نفر بر اثر سیل و ریزش برف در مناطق مختلف جان باختند. برنامه جهانی غذا افزوده است که زنان به دلیل اینکه بیشتر در خانه میمانند و طور نامتناسبی تحت تاثیر این حوادث قرار گرفتند بر بنیاد داده های انستیتوت جورج تاون و مؤسسه تحقیقات صلح که در اواخر سال 2003 منتشر شد افغانستان در میان 177 کشور جهان به لحاظ پیشرفت زنان در رتبه آخر قرار دارد سازمان دیدبان حقوق بشر خواستار ایجاد یک نهاد مستقل از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای پاسخگویی عاملان نقض حقوق بشر در افغانستان شدند این سازمان در بیانیه امروز دوشنبه 19 سنبله نشر کرده گفته است که از زمان تسلط طالبان بر افغانستان در آگست 2021 وضعیت حقوق بشر در این کشور وخیم شده است در بیانیه دیدبان حقوق بشر آمده است که سیاست های سرکوبگرانه طالبان به طور نامتاسبی زنان و دختران را هدف قرار داده و افغانستان را به جدیترین بحران حقوق زنان در جهان تبدیل کرده است. فرشته عباسی پژوهشگر بخش افغانستان در دیدبان حقوق بشر گفته است که طالبان به طور سیستماتیک حقوق اساسی در افغانستان را بدون مجازات نقص کردن او افزوده است که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد باید مکانیزم اختصاصی برای جمعوری و حفظ شواهد سوی استفاده و حمایت از تلاش های پاسخگوی ایجاد کند همان طوری که در بسیاری از جاهای دیگر انجام شده است سازمان های حقوق بشری ایجاد مکانیسم مستقل برای بررسی نقص حقوق بشر در افغانستان ضروری است دیدبان حقوق بشر زنان و دختران زیر حاکمیت طالبان در بدترین کابوسهای خود زندگی می کنند. دیدبان حقوق بشر منی ورود ریچارد بنیت به افغانستان توسط طالبان شرماور است. عباسی گفته است که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد باید یک مکانیسم پاسخگوی مستقل ایجاد کند تا از حقوق شهروندان افغانستان برای عدالت و غرامت به خاطر سوی استفاده هایی که آنان طی دهها متحمل شده اند حمایت کند اخیرا ائتلاف متشکل از نود سازمان حقوقی بشری و مدنی نیز خواستار ایجاد یک مکانیسم مستقل بین المللی برای بررسی و پاسخگویی درباره نقض حقوق بشر در افغانستان شده اند با گفته نهادهای حقوق بشر این سازوگار باید دارای اختیار و منابع مالی و فنی کافی برای تحقیق جمعوری، حفظ و تجزیه و تحلیل شواهد و مدارک با هدف تسهیل رسیدگی کیفری در آینده در دادگاه های ملی و بین المللی باشند.